سلام به همگی دوستان، به برنامه نان گل و سرخ خوش اومدید. من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته صحبتی داریم در رابطه با حملات علیه آزادی بیان و آزادی مطبوعات. فتوای احمقانه این هفتمون از بنگلادش و گله اسلامی که میخوان سر مجسمه عدالت رو ببرن، و لحظه زیبای زندگیمون از دو تا خواهر و برادر بازیکن شطرنج هستن که دارن یک نگاه و یه چهره انسانی در مقابل واقعا ضدیت با یهودی و ضدیت با زن جمهوری اسلامی رو نشون میدن. دقیقا مسابقه این هفته ما با شبان رحمان از نروژ که داره تابوها رو میشکنه و محدودیت ها رو کنار میزنه. با ما باشید. الان کلن ما شاهد افزایش حملات علیه آزادی بیان، آزادی مطبوعات هستیم و خب مشخصه که این یه نرمیه توی جوامع مثل ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران یا عربستان سعودی، ولی خب اینو داریم توی اروپا و آمریکا به طور واقعا وضوحی می‌بینیم. ترامپ برای مثال چند تا از مطبوعات و مثل CNN و نیویورک تایمز رو قدغن میکنه از اومدن توی جلساتش، یا توی دانشگاه های توی انگلیس میبینیم که کسایی مثل من دیگه سعی میکنن اجازه ندن من بیام اونجا صحبت کنن، چون میگن که نباید علیه اسلام صحبتی داشت. و مشخصا اشکالی که اینجا وجود داره اینه که وقتی که یک هر نوع محدودیتی روی آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده یا آزادی مطبوعات گذاشته میشه، این به ضرر مردمه، به خاطر اینکه اجازه میده که کسایی که در قدرتن این محدودیت ها رو یه نرم کنن و بعد فردا میشه یه نرمی که اشکالی نداره این محدودیت ها اعمال بشن. جالبه اینقدر سرعت تغییرات و تحولات شدیده. این بحث آکادمیک نیست. در روز مثلا یکی یه سری نشستن در طور آزادی بیان ابراز عقیده دارن صحبت کنن، مستقیما به زندگی مردم ترجمه میشه. اگه تا دیروز صحبت بر سر این بود که آیا در یک کسی در دانشگاه میتونه بره سخنرانی بکنه یا نه، در مورد هر چی صحبت کنه، امروز میبینیم در کسایی که ترامپ که در قدرت اومده شروع کرده با جدا کردن سازمان های خبرگزاری های مختلف، گفت مثلا CNN و گاردین و نیویورک تایمز میتونن بیان توی اون مسابقات اولیه برای اخبار روزانه، یک کسی دیگه که رفقای خودش دسترسی هم میتونه. این جدا کردن حق گزارش دادن و دست به اطلاعات بردن خودش یکی از اون حملاتیه که به در واقع به آزادی مطبوعات میشه. اینو ما تو ایران دیدیم، کسایی که مطبوعات خودی و مطبوعات مخالفین و منافقین و غیر خودی ها و آتیست ها و محاربین، اینو تو ایران تو 6 سالهای خیلی زیادی تجربه کردیم و رابطه مستقیم با زندگی مردم. قبل از اینکه هر دیکتاتور کوتوله و بزرگ و کوچولو بخواد اولین حمله رو به زندگی مردم بخوام بکنه، اولین کاری که میکنه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی ابراز عقیده رو میگه. و یه جه واقعیت اینه که ببینین کسایی هستن در چپ که مثلا میگن که خب نباید حمله کرد به عقاید مردم چون عین حمله به خود مردمه. خب این واقعیت نداره و خودمون چپیم. و کسایی هستن در راست که میگن که وای چقدر نگران میدونین نقض آزادی بیانیم، ولی از اون ور میخوان مثلا قرآن رو قدغن کنن یا مطبوعاتی که چپن رو قدغن کنن. یه اصل دفاع از یه حق و حقوق اینه که این حق و حقوق نه فقط برای کسایی که مثل خودت فکر میکنن یا مثل خودتن باید وجود داشته باشه، بلکه برای همه است، حتی برای کسانی که باشون مخالفی، حتی دشمنانتون محسوب میشن. و به نظر ما کسی که ببخشید آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده باید بدون قید و شرط وجود داشته باشه، جز اینکه داری سعی میکنی خشونت علیه این نفر انجام بدی. وگرنه جدا از اون خب میتونه توهین آمیزم حتی به نظرت برسه، توهین هیچ محدودیتی نداره، توهین به مقدسات باشه و غیره، ولی نباید محدودیتی وجود داشته. ولی یه نکته که به نظر من هست، یه بخشی از حمله سازمان یافته به نظر من
به مطبوعات، به حمله سازمان یافته به آزادی بیان عقیده. همیشه ما اینو دیدیم و امروز بیشتر داره میونه که سعی کنن اعتراضات به این قضیه رو محدود بکنن یا در واقع تنزل بدن، بگن خب جرمن گریه نویسنده یه زن فمینیست که جلوش سعی میکردن توی دانشگاه یکی از دانشگاه انگلیس رو بگیرن، اشکال نداره، شو دانشجو نمیخوان حرف اینو، یه سری نمیخوان حرف این گوش کنن، تو دانشگاه ما نیاد، یا اینکه یه سری بخشی از دانشجو حرف میزنن. خب جرمن گریه آدم خیلی مشهوریه، میتونه برای کتاب بنویسه، تو تلویزیون باهاش صحبت میکنه، کسی در واقع ابراز بیان جلوش نگرفته. یا اینکه مریم اگه نیامد اشکال نداره، بلاگ داره، میتونه بنویسه، برنامه تلویزیون نانگل سرخ داره، هر کس میخواد میره برنامه‌شو گوش میکنه. صحبت بر سر نیست، صحبت بر سر اینه که اون اصل و اون پرنسیپی رو که تو دانشگاه بشه در رابطه با هر موضوعی صحبت کرد بدون اینکه بهش مارک نمیتونه حرف بزنه و علیه مطلب اینا بزنی، این یک اصل مهمیه، به خاطر که همون در جا با سرعت خیلی زیادی ترجمه میشه توی زندگی و محدودیت هایی که تو جامعه و علیه مردم وجود میاره. و این خیلی اهمیت داره که آزادی آزادی مطبوعات در تمام مکانها، آزادی ابراز عقیده در تمام جاها بدون هیچ محدودیتی نامحدود اعمال بشه و همه بتونن در مورد از این در واقع استفاده کنن، به خاطر که برای حفظ زندگی انسان، به خاطر نفس کشیدن، زنده بودن، آدم احتیاج داره که بتونه به خصوص ابراز عقیده وقتی نگاه میکنیم که یعنی واقعیت اینه که برای کسایی که تو قدرتن خب همیشه آزادی بیان وجود داشته، برای کسایی که در رأس مذاهبن، ملاها و نمیدونم خاخامها و اینا، همشون همیشه آزادی بیان داشتن. کسایی که معترضن همیشه سرکوب شدن، جلوی صحبتاشون گرفته شده. و هر موقعی که ما محدودیتایی برای آزادی بیان به وجود میاریم، کسایی که تو قدرتن که اتفاقا خوشحال میشن چون کمکشون میکنه در کارشون، این جلوی کسایی میگیره که واقعا معترضن. به قول روزا لوکسمبورگ میگه که آزادی همیشه آزادی معترضینه، به خاطر اینکه اونا بیشتر از هر کسی نیاز دارن. و اتفاقا تو این دوره ما و تو همه تو تاریخ اصلا اینطوری بوده، آزادی بیان برای کسایی که میخوان علیه سیستم موجود، علیه وضع موجود، علیه مقدسات بجنگن، و برای این کار بیشتر از هر چیزی به آزادی بیان احتیاج دارن. اخیراً من در نروژ برای کنفرانسی اونجا بودم و تونستم بالاخره شبانه رحمان رو ببینم. ایشون واقعاً یه کمدین شناخته شده، یه کسی که واقعاً تابوهای خیلی زیادی رو شکونده. و چیزی که برام خیلی مهمه در رابطه کارش اینه که میگه که ببین وقتی که آدما میترسن از کسایی که نماینده مذهبن، نماینده سرکوبن، بهترین یکی از بهترین راه هایی که میتونه جلوی اینا رو بگیره این ترس رو بشکونه خندیدنه. و فکر میکنم این مسخره کردن، و به همین دلیل هم هست که انقدر مذهبیون از کارتون و از کمدی اینا میترسن. و این احتمالات خیلی زیادی تو جامعه ایران داره و تو خاورمیانه مسخره کردن آخوند و مذهب یکی از سرگرمی های مردم هست. و یکی از علتی رو که مذهبی ها از شبانه رحمان خوشش نمیاد و فشار بشن اینه که زنم هست، نه تنها بر علیه مقدسات و تابوهای جامعه داره می جنگه و در واقع سعی میکنه اینا رو کنار بذاره، بلکه زن این کارو داره میکنه. لباسی کنده، گفته من نمیخوام این لباسی رو که شما تن من میکنی نمیخوام داشته باشم. پرچم نروژ بسته داره خودش به عنوان یک اعتراض به جنایت اسلامی و مذهبی. و این به نظر من نکته خیلی قویه توی کار شبانه رحمان و اینا ارزشمندن. این کسی دقیقاً با کسایی که همش میگن نباید توهین کرد به مقدسات، بالاخره یه واقعیت اینه که از همین توهیناست که جامعه انسانی تونسته پیشرفت کنه. و وقتی که میدونین یه چیز میارن، قیچی میارن، میگن که فقط میشه تو این حیطه میشه صحبت کرد، این راهو میبنده برای افرادی مانند شبانه رحمان که بتونن حرفاشونو بزنن، تابو بشکنن و راهو باز کنن برای آزاداندیشی و اینکه اوکی آدم میتونه یه نوع دیگه فکر کنه و زندگی کنه هنوز بدون تهدید و اذیت و آزار. این محدود از بین بردن این محدودیت‌ها رابطه مستقیم با بهبود زندگی مردم داره. اینا همه کسایی که تحت جنایت اسلامی و محدودگرا و مذهبی هستن اینو باید به واقعیت درک کنن. محدودیت به اشکال مختلف
محدودیت زندگی. زندگی بهتر مساوی با در واقع نامحدود نقد کردن و فکر کردن. یه نکته قبل از که تموم کنیم بخشو، این می‌خواستم بگم که شمال رحمان یه کاری رو کرده، رفته توی جلسه این آخوند احمق وابسته به جنایت تروریست رو که جلسه داشتین، رفته بلند کرده شروع کرده تکونه شده گذاشته زمین. ما این کار خیلی قشنگی رو کرده به خاطر اینکه اصلا سادم باور نمی‌کنم. بله خودتون باید همه همین کارو بکنن. آره به نظر من این باید یه سنت دیگه. یکی خامنه‌ای رو ورداره یه خود تکونه شده. تو هر مسجدی هر کس بره این آخونده میاد خیلی حس می‌کنه بلندش کنه یه تکونه شده به زمین. به خصوص زنا این کارو این کارو بکنه. اصلا خیلی جالبه به خاطر اینکه برابری به وجود میاره، میگه هیچ کس بالا و مقدس و تابو نیست. و این من از اون که باید سنت جنبش روشن فکری تکون دادن یه مولا باشه جامعه ایران و دنیا باشه، هر کس برای یه سابقه زندگیش بینه تو کدوم مولا رو بلند کرده. حالا با ما باشید و این مسابقه خیلی جالب رو ببینید. شبانه رحمان، it's a great pleasure to finally see you and meet you. Thank you. I wanted to ask you about your brilliant work. You know, you are pushing really important ideas, breaking taboos through your comedy. Why do you do it? Well, I think every person, every human being has their own form for humor of comedy, what they want to laugh about. And I started as just that person who just want to laugh with my fellow Norwegians. But the reaction I received just being a funny woman on stage was terrifying, because there were reactions telling me that you shouldn't say that, you shouldn't wear this, you shouldn't speak about that, you shouldn't be at the stand-up stage at all. And my answer to this was reacting with performance art, because basically what they were telling me is that I'm a Western whore, because I'm using my freedom of speech. And do you think you are blackie like you will ever be a Norwegian? And this was so, you know, how should you react to that? What is the, what they want, is it what they want me to do to accept me, to love me? And because I really couldn't understand why all this hate is coming from. So I decided it's no other alternative. So I took off my clothes and body painted my body with a Norwegian flag and asked them back on the stage, this is my body, this is the country I'm living in, what's your problem? This body is in this country, a free country, I'm gonna speak out my mind, why do you have a problem with this? And of course, I knew what I was doing, but I want to show it to the society. It's not my actions, it's their reaction, which are the problem, and who are stopping me to something beautiful as making people laugh. And what I saw after that is a lot of people who are hating, especially women, for being just a free, happy woman. And that became my comedy. When other comedians were making fun of politicians or daily life, my material was about those people who are just hating equality, hating laughter, hating that women are showing that they own their own body. And believe me, there's a lot of material out there. It wasn't basically comedy about religion. People told me, oh, she's a comedian who are mocking culture, mocking religion. No, I make comedy about religion mocking me. I make comedy about culture mocking me. That's my comedy. And people who come to the shows, they see that. And right now, I have been doing this in 20 years, and a lot of beautiful voices have arrived. A lot of women from different cultures have seen that it's okay. I can also choose my own words. I can choose my own career. I can choose laughter, humor. I can be out there having fun. It's okay. So I'm coaching them to help them to understand, to keep that laughter, because that's what they are after.
to make us stop laughing. I mean, I think laughter and comedy is so hard-hitting, more than many other things. And do you think that's one of the reasons why you get that sort of reaction as well? Well, I think when you laugh, you can't be afraid and laugh at the same time. So laughter shows females who are not afraid. And it's not hard to get that. It's really easy to get that. What they are getting is their free woman. What will happen with the world if all women start laughing? Laughing at the mullahs, laughing at, you know, all the forces they are getting us through. So I don't believe it's hard to get. They're really getting what this is all about. It's about surviving. It's about making your mind free. So, and I believe more women should do that, also in the Western countries, because we are raised to understand that it's the males who are funny, who belong on the stage to be, you know, have the solo performances. No, women can do it as well. It's not like we belong to some dark stages where, you know, where women should talk about these dark things we are going through. So let's show them we can laugh, and that laughter is okay. Do you sometimes think you go too far, maybe? I mean, it's just a general question, but I saw you picking up one of the yes clergymen, and I thought that was really funny, and also mooning people. I mean, do you think, I mean, some people will say you just go too far. Yes, I heard that you go too far, and have you forgotten your roots, lifting mullahs and mooning? But what they should understand, it's threatening a woman because she's using her freedom of speech. That's going too far. This is what's going too far, is lifting mullah in a nightclub where the mullah was promoting his book. That's not going too far, but promoting a book who defend Sharia, I think that's going too far. Promoting stoning of homosexual, that's what really is going too far. We should ask the question back. What is it about going too far? Having fun is not going about going too far at all. It's about being free. So when people are telling women that you are going too far just because you chose your own or speak your own mind, I think it tells me a lot about the attitudes against women, and about the misunderstanding and misperspective about what going too far is. Because what we are telling is enough, you go too far. And what do you think about, I mean, the sort of, on the one hand, people telling you to behave like a proper woman, and the other, you know, there are those in the Norwegian government, for example, that homogenizes everybody who looks different or comes from somewhere else. Mm-hmm. Do you find sometimes that you're stuck in these two, between these two pressures? No, I think comedy have given me the total freedom to define my own expression. And even if there are people who are being stuck between those two things, and it can really happen. I think artists could be the voices to define and create what is it to be a human being in a plural world, you know, in a multicultural world. And freedom is to choose and pick your identity, whatever you like. One day I'm this, another day I'm this. And we see that rock stars do it all the way, you know, playing with all these identities, and it's okay. I think women with immigrant backgrounds also should have that freedom. They are suppressed to choose one look, one identity, one group. And we need to break that, especially female artists need to break that, to see that we have a variety of expression of how we are. And it's not a defined thing at all. It's just about movement and new expressions all the time. What's your favorite comedy act or joke that you have that you love from everything that you've ever done? It is actually one which is really hurting. I made this joke after several attacks and several dirty attacks on me with bad language. And
I don't know if you can tell it on on screen. Okay. Well, and I actually delivered it a couple of times, and the reaction I'm going to tell you about. But it goes like this, that when I started doing comedy, some people start sending me these hate messages, and one guy came to me after a show and said, "You're just a packy whore. All that you want is a white cock in your mouth. That will shut you up." And I was thinking, well, he's right. It will shut me up. But when I'm done with that, I will speak again. Oh, thank you very much. You're brilliant. Thank you. فتوای احمقانه این هفته از بنگلادش و یه مش گله اسلامی که ریختن توی خیابون به خاطر اینکه میخوان سر یه مجسمه بدبخت رو ببرن. این مجسمه چی؟ اولا یه مجسمه خیلی قشنگه، معلومه قشنگه، اگر اونا علیهشن معلومه خیلی قشنگه، مظهر عدالته و در دادگاه عالیه، بالای تو ساختمون بالای دادگاه عدالیه بنگلادش تو داکاست، و این ساری پوشیده و با مثل هر مجسمه عدالت چشماش بسته است و در واقع اون شمشیر عدالت رو دستش گرفته. و خب اینا خوششون نمیاد به خاطر اینکه یک زنه، اولا از زن خوششون نمیاد به خاطر اینکه عدالت شرعیه، یعنی که باید یه مرد بیاد که بزنه تو سر زن تا اینکه عدالت باشه. این نشونه در واقع آزادی زن هم هست، یعنی مشکلشون این احمق، ولی خودشون دارن پاره میکنن اونجا، ولی مردم توی دنیا اومدن میخندن به اینا. بابا من دارم میگم که به نظرم شبانه رحمان رو بفرستیم بنگلادش که یکی چند تا از این اسلامی رو بگیره بندازه تو هوا بگیره. شبانه رحمانشون خود زنهای بنگلادش کنن کنن که یه خود مسخرشون بکنن احمقای دیوانه رو. لحظه زیبای زندگی این هفته در مورد بازی شطرنج و دو تا خواهر و برادر، دورسای درخشانی و برنای درخشانی، که در اخبار اومدن به خاطر اینکه دورسا اومده بدون حجاب در ژیبرالتار شطرنج بازی کرده در یه مسابقه و برادرش برنا با یک شهروند اسرائیلی بازی کرده. واقعا کار خیلی خوبی کردن. بازی شطرنج یا هر ورزشی باید همینطوری باشه دیگه. و این نه تنها وزرای سوئد رو در واقع خجالت بهشون میده و بهشون میگه چقدر کار زشتی کردیم رفت ایران، نشون میده جامعه ایران از چی ساخته شده. آدم ها با هم رقابت میکنن، صحبت میکنن، کار میکنن، زندگی میکنن با هم بدون هیچ گونه تبعیضی، نه تبعیض ضد یهودی یا تبعیض ضد زنان. و این در واقع این دوتا این کاری کردن یه لحظه خیلی خوبی رو به نظر من به وجود آوردن که نشون جامعه واقعی ایران و تمام دنیا مردم و معمولی اینجوری زندگی میکنن. دقیقاً. فقط جنرات متعصب مذهبی عقب موندن که این سعی میکنن این قوانین رو مردم حاکم بکنن. و خب یه واقعیت اینه که نشون میده که دو نفرم با شطرنج بازی واقعا میتونن یه تاثیر خیلی مثبتی تو دنیا داشته باشن و یک دید واقعی و انسانی از مردم ایران و مردم جهان واقعا نشون بدن در مقابل این جمهوری اسلامی و افرادی مانند ترامپ و غیره. واقعا این لحظه زیبایی بوده. چطوری تبعیض رو کنار گذاشتن و همبستگی و همکاری رو بین مردم به وجود آوردن. Anyway, امیدواریم که از این برنامه خوشتون اومده باشه، خیلی خندیده باشین، به خصوص به خاطر اینکه شبانه رحمان ما داشتیم در این هفته، و تا هفته آینده روزها و شبای خیلی خوبی داشته باشین. تا بعد. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Faribos Puya.
We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.